خب به ذات هشه، ما جلسه گذشته ادامه قوانین بلافاک جلسه گذشته توضیح دادیم که اگه به اندازه کزایت اگه کسی بخوره معذفه که بلافاک آخر بگه. کزایت ها گفتیم درست‌ترین حالتش منظور به اندازه یه زیتون بزرگه. گفتیم زیتون بزرگ هم که حالا نمیدونیم چه اندازه است، منظور همون اندازه یه نصف تخم مرغه. نصف یه تخم مرغ میگن همون کزایت، درست؟ نصف یه تخم مرغ کزایته که هر چیزی که میخوریم باید برای آخر شده بگیم. گفتیم اگه جامدات به اندازه کزایت، اگه مایعات به اندازه ربیت، ربیت گفتیم 81 سی سیه که اگه یه ضرب بخوره و همینطور اون چیزایی هم که گفتیم برای آخر داره، زمانیه که در اندازه 7.5 دقیقه بخوره که در جنت پراس استراحت بهش میگم. مثلا یه سیب اگه در 7.5 دقیقه عمر و به اندازه کزایت خود برای آخر داره، درسته؟ و نه به اندازه بیشتر. اگه اندازه بیشتر شد این برای آخر نداره. مثلا 15 گرم فرض کنید سیب خورد، بعد به اندازه 10 دقیقه رو استاد دوباره خورد، اینا با همدیگه سرجم نمیشن، درسته؟ اینا جلسه گذشته توضیح دادیم. بعد گفتیم یه نظریه وجود داره که این نظریه میگه اگه یه چیزی شالم، یه چیزی کاملی یا بخوریم، مثلا یه حبه انگور، طبقا یه نظر برای آخر داره، ولی خلاف حال معصم ما اینا نمیگیریم. خلاف حال معصمه که حتما باید به اندازه کزایت استفاده بکنه که اون موقع موظف به برای آخر بشه. با نی خوردن ها گفتیم بستگی داره، اگه نی یا به شکلی میخوره که معمولا نمیشه با نی به اندازه 81 سی سی یه ضرب، ولی اگه کسی میدونه با نی میخوره 81 سی سی یه ضرب میخوره، این برای آخر داره. خب ولی به صورت کلی با نی خوردن معمولا به اندازه 81 سی سی یه ضرب نمیشه. یه مورد دیگه این که گفتیم بعضی اشکنازی ها رسم دارن که در مورد مایعات حتی اگه 81 سی سی یا یه ضرب نخورن به رخ آخر میگن، درسته؟ بعضی اشکنازی ها گفتیم این رسم ها دارن، ولی رسم ما سفارتی ها به هیچ عنوان نیست. در مورد چیزایی که داغه، مثل چای داغ، خب اگه یکی آره فرض کنید تو مسابقات بود اومد یه ضرب خورد، اینم به رخ آخر نداره. چرا برای آخر نداره؟ بخاطر اینکه باطل دعتا، یعنی اومده باطل کرده فکرشا از اکثر آدم ها، درست؟ چون اکثرا نمیتونن چای داغای ضرب بخورن، برابری این چای داغای ضرب خوردنش برای آخر ندارد. ولی اگه چای سرد شده، چای سرد تو خارج ترس چای سرد، حالا اینجا هنو مد نشده بخورن، ولی کسی که چای سرد میخوره و یه ضرب میخوره 81 سی سی، این میتونه بیاد و برای آخرش را بگه، درست؟ بعد گفتیم زمان برای آخر چقدر؟ 72 دقیقه. تا 72 دقیقه شما وقت دارید برین پاشوت منشالوش یا اشر یا ترا بخونید. 72 دقیقه فرصت برای اینها وجود داره، درست؟ بعد توضیح دادیم، گفتیم که آقا چه مواد غذایی برای برافای آخر با همدیگه سرجم میشن. هر مواد غذایی که برافای آخرشون با همدیگه برابرن سرجم میشن برای برافای آخر. مثلا سیب و گلابی با هم اگه خورد کزایت شد، مثلا 15 گرم سیب 15 گرم گلابی خورد یا نصف کزایت سیب خورد و اینا با همدیگه سرجم شدن، برافای آخر میگه. ولی مثلا چیزایی که برای آخرشون با همدیگه تفاوت داره، مثلا فرض کنید خورما خورده یه مقدار خورما با یه مقدار سیب، اینا چون برای آخرشون با همدیگه تفاوت داره با هم سرجم نمیشن. گفتیم برای آخر آل خط خیلا نمیتونیم بگیم که بقیه را پاتور بکنه. مثلا نمیتونید شما به جای منشانوش بوره نفاشوت بگید یا به جای نوارخ بوره نفاشوت بگید، ولی اگه کسی اشتباهاً به جای منشالوش یا به جای نوارخ اشتباهاً بوره نفاشوت گفت، از انجام حذفه خارج شده. اگه اشتباهاً بود، ولی خط خیلا اگه عمدن بگه این مورد قبول نیست، یا مثلا حالش رو نداره نوارخ بخونه بیاد به جاش بوره نفاشوت بگه، این آسوره. ما در حالت رو میگیم که اگه یکی ناخواسته حواسش نبود و اومد به این شکل ناخواسته بوره نفاشوت به جای نوارخ گفت، از انجام وظیفه خارج شده، درسته؟ اینا رو قبلا همه رو توضیح دادیم دیگه. در مورد شک برافه ها گفتیم که هر برافه ها شک داریم گفتیم یا نگفتیم لازم به برگشت نیست به غیر از نوارخ برای آقایون زمانی که سیر شدن، که در این حالت سه تا برافه های اول ها
تا بانی اورشلیم آقایون میگن، ولی برای خانوما حتی اگه نوارخا شک دارن گفتن یا نگفتن بعد نمیگردن که نوارخا بگن. درست؟ و یه مورد دیگه این که گفتیم اگه یه براخایی یا لبتالا گفت کفارش اینه که فوراً بیاد با روح شمی که با منفوتال اونا واحد بگه. اگه یه براخا هم گفت و اشتباه بود، گفت مثلا با روح خطا ادونای لمدن خوقخا، فوراً بگه لمدن خوقخا که مثل این باشه که یکی از پاسخهای تورا را گفته. خیلی باید مواظب باشیم که براخا لبتالا نگیم، یکی از گناهان سنگین خصیصه آنم براخا لبتالا گفتن. بنابراین تا زمانی که مطمئن نشدیم که این براخا لازمه گفته بشه یا نه، ممنوعه که بیان و اون براخا را به زبون بیاریم. مثلا نمیتونه براخا را شروع بکنه بعد بگه مثلا از براخای شه که یکی کمکش کنه ادامهش را بگه. اول باید بدونه چه براخایی میخواد بگه و اون موقع براخا را بگه. درسته؟ اینا همه را جلسات گذشته به طور کامل توضیح دادیم. برید از همینجا چرا بگیم. خب بریم ادامه. اگه کسی تخم مرغ خام میخوره براخا آخر داره یا نه؟ تخم مرغ خام ها آخه میدونید تخم مرغ خام خوردنش برای باز شدن صدا خیلی خوبه، صدا رو باز میکنه، مثلا اونهایی که قاری تان میخوان برای تان بخونن اگه تخم مرغ خام بخورن اینا کمک میکنه که هنجرشون باز بشه. تخم مرغ خام اگه کسی همینجوری میخوره این براخای آخر نداره، براخا اول داره، براخا شهرکوی میگن، ولی براخای آخر نداره. خب ببینید بعضی چیزا هست که نمیتونیم اسمشون رو مایه بذاریم، نمیتونیم اسمشون رو جامد بذاریم. مثل چی؟ مثل بستنی. بستنی یا ژله یا ماست. اینا براخا آخرشون چی جوریه؟ در مورد بستنی بفهمه چه حالا. در مورد بستنی، بستنی براخا بله بله بستنی براخای بقیه هستن اومدن؟ بله. ببینید بستنی براخ آخر نداره یا یخ مرسی فرق رو کنید میخواد شما باشه؟ آره میخواد شما باشه فرق مرسی. بستنی براخ آخر نداره یا یخ براخ آخر نداره، براخ اول داره و براخای شهک و روش میگیم. بستنی یعنی که یخ دوست داره بخوره اینا براخ اول داره ولی براخای آخر نداره. ولی ژله یا ماست براخ آخر دارن و حکم جامد دارن. متوجه شدید؟ حکم جامد دارن. خب چه فرقی با یخ دارن اینا که میگیم آقا براخ آخر نداره؟ ببینید یخ یا بستنی درسته که جامده ولی طی زمانی که بگذره مایع میشه. بنابراین نمیگیم حکم جامد داشته باشه که کزعیس بخوره براخ آخر بگه. ولی ژله، ژله رو همینجور بذارید همینجور میمونه دیگه یا ماست. درسته؟ بنابراین ژله و ماست حکم جامد دارن، اگه کزعیت خورد براخ آخر میگه. ولی در مورد یخ و بستنی حکم مایع دارن، بنابراین اگه کزعیت خورد براخ آخر نمیگه. درسته؟ پنجا سوالی نیست؟ خب بریم ادامه به فقط پسیدی بود؟ نه درست شد. پس یه بار در مورد ماست و ژله حکم جامده دارن در براخ آخر اگه به اندازه کزنیت خورد براخای بارین فاشوت میگه. ولی بستنی و یخ اینا اگه کزنیت خورد براخای آخر نداره. خب بریم بحث چشیدن مواد غذایی. کسی که یه غذایی میچشه که ببینه مثلا درجه نام نمک داره یا ادویه‌اش خوبه یا نه و یه مقدار میچشه و زیر ربیت باشه حتی اگه میبلعه این براخا اول نداره. مثلا شما غذا رو فعلا میچشید زیر کزایت زیر ربیت هم هست زیر 81 سی سیه این براخا نداره. یا اینکه مثلا بعضیا میچشن و بعد بیرون میریزن این هم براخا آخر نداره. ولی اگه میچشه بیشتر از ربیت بیشتر از 81 سی سی و پولت نمی کنه یعنی بیرون نمیده از دهنش این براخا داره. یا اگه شما میچشید به منظور اینکه یه مقدار از غذا رو بخورید این براخا داره.
درست شد؟ پس یه بار دیگه چشیدن براخا نداره. اگه زیر کزن زیر ربیجه زیر 81 سی سیه، درست؟ پس چشیدن زیر 81 سی سی براخا نداره، 81 سی سی درست براخا نداره. چشیدن زیر 81 سی سی براخا نداره. یا اگه غذایی چشید، خب اگه غذایی میچشه و بالا ربیت براخا داره، اگه زیر ربیت چشیدنه و میخواد بچشه، برای خوردن هم هست، یعنی نیتش تو خوردن اون غذا هم هست، این براخا داره. پس اگه میخواید بچشید، بهترین حالت اینه که غذا را وقتی میخواید بچشید به نیت استفاده کردن و خوردن اون غذا هم باشه، این بهترین حالته. پس بهترین حالت اینه که غذایی که میخواید بچشید به نیت خوردن هم باشه، که اون موقع میتونید روش براخا بگید. طبق نظر همه درسته؟ سوال؟ خب بریم ادامه. بله خب حالا سوال. قدیم که میکسر و اینا نبوده، وقتی میخواستن غذا به بچه بدن میمارن خودشون میجویدن، بعد اون غذای را به بچه میدادن. خب اگه که غذایی ها میجوه این براخا نداره، نمیخوره دیگه، فقط میجوه و بعد مثلا میداده به اون بچه، این براخا نداره. بله بازم کواناش برای خوردن نیست، مثلا حالت همون چشیدن است. میدونید تا زمانی که آدم نخوره چیزی ها این براخا نداره. ولی اینو بگم خدمتتون، اگه کسی غذای گوشتی یا جوید و قورت هم نداد، زودن بیرون ریخ، 6 ساعت بعد صبر بکنه. درست؟ مثلا قدیم که گفتیم مادرها میمادن غذا رو مثلا میجو میدن برای بچه‌هاشون، میکسر و اینا نبوده، بعد 6 ساعت خود مادرها هم صبر میکردن. یا خیلی موقع پیش میاد دیگه، مثلا اشتباها شما ایستیه براخا گفتید یه چیز گوشتی یا جویلید، بعد میخواستید لبنیات بخورید یا بیرون ریختید، میخوام کیک مثلا تولده بخورم، ولی وقتی دیگه جویلید دیگه 6 ساعت کامل باید صبر کنید. خب مستیک به بهش میشه؟ نه اون مستیک را میشه کافی بودن. مستیک چه من میگه؟ مستیک میشه آدامس. آدامس براخا داره، درسته؟ نراته طبق نظر حالا و اونسیون براخا نداره، ولی طبق حالا وردیا براخا داره، بخاطر اینکه شیرینیش احساس میشه. ولی اگه آدامسیه که طعم نداره براخا نداره. داریم همشه آدامسی؟ اونم طعم داره، نه؟ پس آدامسی که طعم نداره براخا نداره، آدامسی که طعم داره براخا داره. البته طبق نظر حرام اونسیون آدامس اصلا توی شالتی براخا نمیگی، ولی حلافا نیست، حلافا طبق حرام بردی هست که آدامس براخا میگی. بله بفهم چی میفهمد؟ نداره. بله خب حالا فرض کنید آدم سیکه نداره جان؟ بعضی ها طعم نداره، اونا که طعم نداره ها؟ بله اوکی. پس اگه طعم نداره براخا نداره، اصلا تو خارج هست، حالا شما ما تو ایران نداریم. خب اگه یکی دیگه غذای خورد به اندازه کذایت هم خورد، خب و دور از جون بالا آورد چیزی که خورد استفراغ کرد، این براخا خد نداره. خلاص پس اگه یکی چیزی خورد و دور از جون استفراغ کرد، این براخا خاراته نداره. درسته؟ خب سیگار شاراته، سیگار براخا داره یا نه؟ ایشون سیگار نوش براخا نداره، حتی اگه یکی مثلا از بو سیگار لذت میبره براخا برش گفته نمیشه. البته میدونید که کشیدن سیگار و قلیون میتونه طرف از فرمان خوراد رو ازشون بگذره، خاطر اینکه اینا به سلامتی آسیب میرسونه. هر کاری که یه شخصی انجام بده که به سلامتیش آسیب برسونه، این از فرمان خوراد میگذره. هر چیزی مثلا فرض کنید آقا یکی یه غذایی براش سنده بخوره، دور از جون خطر براش پیش میاد، کسی که بخوره از فرمان تورا میگذره، چون تو تورا میگه
اوشمرت نو دنفشته خم، یعنی مواظب تو تورا میگه مواظب جونتون باشید، درست؟ پس اگه کسی بیاد و کاری بکنه که خطر جونی براش پیش میاد، این دور از اون از فرمان تورا میگذره. برای این کشیدن سیگار، کشیدن قلیون، اینا به سلامتی آسیب میرسونه دیگه. اینا میتونه اگه کسی بکشه و به بدنش آسیب برسونه از فرمان تورا بگذره. ببینید تا حدود 50 60 سال پیش، حالا حتی بگیم 40 سال پیش، پزشکان گفتن برای سلامتی خوبه. به خاطر همین خیلی از ربانی مثلا هراب کدوری سیگاری بودن. دیدید ریششون زرده کما اینا سیگاری بودن. خب چون تو اون دوره پزشکان گفتن اتفاقا برای سلامتی خوبه. متوجه اید؟ ولی الان که پزشکات تازه میگن که قلیون و سیگار و دود و اینا برای سلامتی بده. درسته؟ پس قدیم واقعا مجاز بوده، به خاطر اینکه ما همیشه طبق علم پزشکی میریم. آخه میدونید تنها چیزی که تو تورا آپدیت میشه علم پزشکیه، با هیچی تو تورا آپدیت نمیشه. یعنی این نیست که بگن آقا سال دیگه مثلا میان فلان چیزا آپدیت میکنن میگن مجاز. اصلا ما همچین چیزی نداریم. تنها چیزی که در تورا آپدیت میشه بروز میشه فقط علم پزشکیه که تو گمارا گفته. درست؟ مثلا فرض کنید تو گمارا گفته که اگه یکی صبح زود آب بخوره قبل از غذا خوردن این برای سلامتی بده. تو گمارا اینو میگه. ولی علم امروز میگه نه، اتفاقا اگه آب بخوری اول صبح برای سلامتی خوبه. ما تنها چیزی که پس طبق علم امروز میریم پزشکیه. اگه پزشکی فرض کنید 50 سال دیگه گفتش که آقا سیگار برای سلامتی خوبه، اون موقع مجاز میشه. ولی الان که پزشکی داره میگه که آقا قلیون سیگار برای سلامتی بده، این از فرمان دور از اون نهی تورا میگذره. اوشمرت نو دنفشته خم، مواظب جونتون باشید. حتی قلیون میتونه بدتر باشه. یه قلیون کشیدن برابر چند تا چیز سیگار؟ دقیقا 50 تا 100 تا سیگاره. بنابراین باید مواظب باشید. البته ببینید اینجا مثلا فرض کنید، حالا نمیگم این کارو بکنید، ولی چه موقع از فرمان تورا میگذره؟ وقتی که مثلا هی دیگه هر روز و اینا بکشه که به سلامتیش آسیب برسونه. ولی مثلا الان 6 ماه یه سال یه بار مثلا رفتید یه باغ یه پک اینجوری زدید، این ایسوری نداره. ترجمه میشه منظورم ها. وقتی ایسور داره که مثلا طرف معتادش بشه بخواد هر روز بکشه یا مثلا هفته یه روز بره بکشه، اینا خوب نیست. درسته؟ سوال بریم ادامه. خب بریم قوانینه تقدم در براخاها. تقدم تو براخاها به این شکله که اگر ما دو میوهی داریم که براخاشون همسانه، مثل همه، دو تا میوه درختی که براخاشون شبیه به هم دیگه است، یعنی حائصه، مثلا خرما داشتیم و سیب، خب در این حالت میوهی که میوه شنیشتبه خوباه ارس اسرائیل باشه، خورما هم شنیشتبه خوباه ارس اسرائیل دیگه، این میوه تقدم داره به اون میوهی که شنیشتبه خوباه ارس اسرائیل نیست. پس تقدم براخاها، میوه های بهشتی حالا اصطلاح هم بگیم، تقدم دارن به میوهی که بهشتی نیست اگر براخاهاشون همسان باشه، براخاهاشون یکی باشه. درست شد؟ ولی در مورد یه میوهی داریم که حائصه و یه میوهی حائد ما داریم، خب در این حالت از اصل قانون میوهی که دوست داره روش براخا میگه. مثلا فرض کنید شما خیارا بیشتر از سیب دوست دارید، در این حالت رو خیار حائد ما میگید، بعد رو سیب حائص میگید. البته اگه کسی اول حائص بگه بهتر، یا اگه هفت مینیم باشه شیده ها همینیم باشه اون میوه های بهشتی باشه، بهتر اول رو اونا براخا بگیم. ولی از اصل قانون میوهی که دوست داره را میتونه اول رو اون براخا بگیم. درست شد؟ پس یه بار دیگه، اگه دوتا میوه داریم که هر دوتا حائص مثلا خرما و سیب، در این حالت موظف اول رو خرمای براخا بگیم. چرا؟ اگه هر دوتاشو میخواد بخوره، نه که عمدن حالا واجبش کنیم حتما بخوره خرما، اگه میخواد هر دوتا رو بخوره اول باید رو خرما حائص بگیم. درست؟ بعد سیب همینجور بخوره. ولی اگه حائداماست و سیب گفتیم هر کدوم که دوست داره اول براخا میگه، اگه حائداماست با هفت نوع میوه با اون میوه های بهشتی، در این حالت
از اصل قانون هر کدوم ما که دوست داره اول روش براخا میگه، بهتره که اول روشی با همینی براخا بگه. نمیدونم واضح؟ بله. خب یه قانونی هم بدونید که یه میوهی که کامله با میوهی که کامل نیست، خب اول رو میوهی براخا میگه که کامله. درسته؟ مثلا فرض کنید شما یه خیار دارید که خیار نصفه است، یه سیب کامل دارید. براخا را همیشه سعی بکنید رو چیزی بگید که اون کامله. درسته؟ این احترام براخاست. بله. چه سوال قشنگی. ببینید میوه هایی که طریقتشه که بینش رو باز بکنیم ببینیم کرم داره یا نه، خب این که دیگه کامل حساب نمیشه. درست؟ در این حالت شما خودتون کاملش کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا زردآلویی که داخلش رو دیدید که آقا کرم نداره، دوباره به هم وصلش کنید، اون موقع برای خواهی بود. درست؟ این بهترین حالت. پس میوه‌ای که کامله و سالم‌تره همیشه سعی بکنید که روی اون برای خواهی بگید. درست؟ بله؟ بله. اشکالی نداره. بهترین حالت ولی اینه که حتما وقتی میخواد میوه یا بخورید کامل باشه. درست؟ بله. خب بریم ادامه. بله. همیشه سعی بکنید براخای شهکل آخر کار بگید. درست؟ براخای شهکل همیشه آخر باشه. خب بین اون میوه های بهشتی کدومش تقدم داره؟ میوه های بهشتی کدومش تقدم داره؟ ببینید هر کدوم از میوه هایی که بهشتی هست و تو تورات گفته شده، هر کدومشون که نزدیکتر به کلمه ارز باشن اینا تقدم دارن. درسته؟ میوه هایی که نزدیک به کلمه ارز باشن اون میوه چی داره؟ تقدم داره. چه میوه هایی تقدم داره؟ اولین میوه که نسبت به همه تقدم بیشتری داره گندم و جو. بنابراین اگه بخوایم تقدم براخاها را بگیم، اول براخای هموتسی که از گندم درست شده. پس اول براخای هموتسی که از گندم درست شده، اگر نبود براخای هموتسی روی نونی که از جو درست شده، تقدم همه براخاها به این شکله. بعد از اون مزونوز. بعد از اون مزونوز چرا؟ به خاطر اینکه گندم و جو آرد میشه و مزونوز دیگه، بنابراین رو کیپ و اینا اول باید براخا گفت. بله. بعد از اون اول زیتون، بعد خرما، بعد انگور، انجیر، انار. بعد از خرما انگور، بعد انجیر، انار. پس اگه ترتیب رو بخوایم بگیم، اول گندم و جو، بعد زیتون، خرما، انگور، انجیر، انار. ترتیب تقدم تو براخاهای 7-9 به این شکله. مثلا انجیر جلوتون بود، انارم بود، اول کدوم میگید آقا کیارش؟ اول رو انگور. درست؟ آخر انار بود. درست؟ پس یه بار دیگه بگیم، اول گندم و جو که گفتیم هموتسی یا مزونوز، بعد از اون خرما، نه اول زیتون، بله زیتون، خرما، انگور، انجیر، انار. درست؟ بله. این هم گفتیم. بله. یا اینم قبل از اینا بهتره بگیم. درست؟ یا اینم پس قبل از شیوا همینیم خوبه که یا اینا براخا بگیم. آها، یه نکته هم که خیلی مهمه، با وجود اینکه ما میگیم آقا این هفت نوع میوه بهشتی اول بعد روش براخا بگیم،
اگه برنج بود، خب اگه برنج بود، اول باید مزونوت رو برنج بگیم یا اول هارس رو میوه ها بگیم؟ اول مزونوت باید بگیم. چرا؟ با وجود این که برنج درجش از 7 میوه پایین تره، ولی مازون خونده شده برنج، برنج مازون خونده شده و مهمه. بنابراین برنج براخاش تقدم داره رو 7 میوه. بنابراین پس ترتیبا اینجوری بگیم: هموسی، مزونوت، یاین، هفت نو میده، پا ادامات، شهکور. یاین اول باید هموسی بگیم، بعد یاین، تقدم داره. استثناءن شبات اول روی یاین براخا میگیم، بعد هموسی. کی میتونه بگه چرا شبات استثناست؟ چرا؟ چی؟ نه اون به خاطر این که رو یاین برخوام. چرا؟ ببینید، به خاطر این که دلیل این که شبات ما سعودا برگزار میکنیم چیه؟ چون شبات، شبات هم چجوری اعلام میکنیم که شباته و مثلای زاخور اجرا میشه؟ با برخواه یاین. برای این اول رو یاین برخوام میگیم که اعلام بکنیم آقا شبات، بعد هموسی، وگرنه از اصل قانون بعد اول هموسی رو میگفتیم بعد برخواه یاین. پس دلیل این که اول برخواه یاین میگیم، چون دلیل اصلی این که الان داریم سرودا برگزار میکنیم شباته، پس اول باید شبات ها مقدس بشماریم، بعد میتونیم بریم و به این شکل برخواه هموسی رو بگیم. این مهمترین دلیلش. اول بد شمای برعکسش رو میگن، بد شمای میگه اول هموسی بگه بعد یاین، ولی هر خواهد تقا به تیلنه که به تیلنه میگن اول برخواه یاین و بعد برخواه هموسی. جان؟ نه، هموسی یا اینو پاتور نمی کنه. ببینید، هموسی همه چی ها پاتور میکنه به غیر از برخای یاین و برخای میوه که بانون خورده نمیشه. دیگه همه چی ها برخای هموسی پاتور میکنه. عرق ها پاتور میکنه، آبا پاتور میکنه، ماهی ها پاتور میکنه، برنج ها پاتور میکنه، همه چی ها برخای هموسی پاتور میکنه. درست؟ بستنی اختلاف نظره که آیا بستنی ها پاتور میکنه یا نه. به خاطر همین میگن خیلی خوبه که بستنی ها بذارن بعد از نوارخ بخورن، که طبق نظر همه بتونن روش برخای شهکالا بگن. درست؟ خب بله، این هم گفتیم. خب بریم یه بحث خیلی مهم، بحث قوانین ایغار و تافل، اصل و فرع در بیرکت مهنی. خب ببینید، اصل و فرع تو قضا ما داریم. بعضی چیزا تو قضا اصله، بعضی چیزا فرعه. گادرش اگه بخوایم 4 تا اصل بگیم که چی اصل خونده میشه، چی فرع خونده میشه، این 4 اصل به این شکله: 1. اولین اصل، هر چیزی که غذای نوشیدنیه، خب که اون غذا تند و تیزه یا شوره و ما اون غذا را که میخوریم به خاطر اینکه شوری یا تند و تیزی اون غذا را ببریم، خب در این حالت اون غذای میشه اصل. اون چیزی که میخوریم که شوری یا تندی یا شیرینی اون غذا را ببره میشه فرع. درست؟ مثلا فرض کنید شما یه ماهی بخورید. قدیم ماهی شور و اینا خیلی بوده، آخه قدیم یخچال نداشتن دیگه، میمدن ماهیاشون رو شور میذاشتن. کسی که یه ماهی شور میخورده بعد خیلی شور بوده، بعدش میخواسته بیاد مثلا یه تیکه نون بخوره که اون شوری ها ببره، ماهیه میشه اصل، اون تیکه نونه میشه فرع. یا یه مثال دیگه، مثلا شما یه عرق میخورید سلامتی میگید، بعد اون تندی عرقه را یه خیار میخورید که پشتش بره، اون خیاره میشه فرع، عرقه میشه اصل. درست شد؟ پس یه اصل، یه اصل کلی در مورد اصل بودن و فرع بودن اینه که اون چیزی که برامون ارزش داره میخوریم و بعد چیزی میخوریم که اون شوری یا تندی یا تلخی یا هر چیزی که هست از دهنمون ببره اون میشه فرع و برخا نداره. این اصل اول. اصل دوم همه فهمیدن؟ واضح؟ یه بار دیگه ببینید، هر چیزی که شما میخورید که شوره مثلا، اون میشه اصل. بعد یه غذایی میخورید که اون شوری از دهنتون ببره میشه فرع. ما همیشه رو اصل برخا میگیم، فرع پاتور میکنه، فرع معاف میکنه. درست؟
خب حضر دوم دو تا قضا که با هم دیگه مخلوطن و دومیه نمیاد، بلکه به خاطر اینکه خوشتم کنه یا مساعد بکنه قضای اول. خب بله باشه. اصل دوم قضای دو تا قضایی که با هم قاطیان، دومیه نمیاد. خب یعنی دو تا قضا، یک دو، دومیه که قاطی شده نمیاد، بلکه به خاطر اینکه لحتیم خوشتم بکنه یا مساعد کنه اولیه رو برای قضا خوردن. خب ولی اصلش به نیت اولیه است. این هم فقط رو اولیه برخوا میگه. مثلا آقا شما برنج پختید، داخلش عدس هم هست، عدس میخواد یکم طعم بده به برنجه، فقط چه برخوا میگید رو پلو عدس؟ فقط میزونت میگید راسته؟ پس اصل دوم اگر یه غذایی هست شما یه غذای دیگه بهش مخلوط میکنید که اونا خوش طعمش بکنه، مساعدش بکنه، طعمش بده، در این حالت اون اولیه رو روش برخوا میگید. سه، اصل سوم اینه که اصل اینه که یه غذا رو میخواید بخورید، خب ولی یه غذای دیگر هم میاید و با اون ملفت میکنید، مثلا با اون لقمه میگیدید که با هم بخورید. درست؟ مثلا فرض کنید آقا شما یه کیک دارید، خب بین کیک یه ژله است، خب این ژله است که حالا قاطی شده با این ملفتش کردید، مثلا با اون چی میگم ملفت ها، یعنی لقمه گرفتید باش قاطی اون شده، این ژله توش برخا نداره. درست شد؟ پس اگه یک کیکی میخورید یا مثلا این شیرینی دامارکی ها را دیدید بینش چیه، اون چیزی که بینشه چی میگن بهش، آره اون کرمی که بینشه دیگه، اون کرمه بینش رو نمیان برافا بگیم، رو شیرینیه برافا میگیم، کرمه داخلش خاطر میشه. اینم اصل سوم. اصل چهارم دارید یاد میگیرید دیگه، اوکیه حاضر. اصل چهارم دو تا چیزه که قاطیه، خب هر دو تا هم براتون مهمه ولی یه دونش بیشتر از اون یکیه، رو بیشتره براتون میگیم. راست؟ مثلا پلو، هویج، لوبیا. هویج و لوبیاش هم براتون مهمه، خب ولی بیشتر پلوه. در این حالت یه برای خارو پلوه میگیم دیگه، هویج و لوبیاش ها پاتور میکنه. رازه؟ اگر نمیدونیم که کدوم برامون اصله، مثلا فرض کنید میوه های ریز ریز داره، کیک هم هست، در این حالت مثلا میوه ریز ریز کردن توی ظرف، کیک هم هست کنارش، قاطی هم هست با هم، مشخص نیست کدوم برامون اصله، یعنی هم میوه برامون اصله هم کیک میزونت. اگه خودتون میدونید که آقا کیک براتون اصله، خواهی میزونت بگید همیشه پاسور بکنید، ولی این خیلی سخته که بتونه آدم تشخیص بده کدوم براش اصله. بنابراین تو این حالت ها بهترین حالت اینه که بیاید هر دوتا رو جدا کنید، جدا جدا روش برافا بگید. درست شد؟ پس اگر مثلا میوه ریز ریز بود با کیک توی ظرف بود و هر دوتاش هم براتون مهمه، در این حالت هر دوتا رو تقسیم بکنید، جدا کنید، یه چند تا تیکش ها رو میوه ها جدا برافا بگید، رو کیک هم جدا برافا بگید. من حالتی میگم که مثلا فرض کنید برابره، اگه خیلی کوچیکه مثلا تیکه های ریز میوه است قاطی کیک کردن، اون موقع فقط رو کیک میگیم و برافا میگیم، ولی الان فرض کنید ریز ریزه ولی تعدادش زیاده، کیک ها اینجوری نیست، تو خارج اینجوری است، معمولا کیک ها به قول شما یه کیک دو سه تا مثلا تیکه موز ریز روشه، اینا فهم زومت روش بگید. خب ولی اگه میوه های ریز ریز هست و زیاد و کیکم هست، این حالت هر کما جداگونه برام خوابید، یا کیک و بستنی در این حالت بهترین حالت اینه که جدا کنید، تک تکی رو هر کدوم برام خوابید، رو بستنی جدا برام خوابید، رو کیکم جدا برام خوابید، این بهترین حالت. دورش چجوریه؟ مانا. آها، بستنی حسیری ها رو میفهمم، اونم شکل بگید. و
ولی اگه مثلا حسیرش رو جدا میکنید میخورید، رو حسیرش جداگونه میشه میتونید بخورید. همون شعرکل بگید، چون به نیت بستنیش میخوریم، درسته؟ بستنی حسیری همون شعرکل بگید که همیشه پاتور بکنه. بله خب ببینید، آخه یک اصلی هم داریم که بستگی داره که کدوم براش اصل باشه. شما کیک و بستنی ها کدوم براتون اصله؟ من هر دوتا برام اصله. خیلی این مرز سخته که تشخیص بدیم بستنی اصل بگیریم یا شیرینی ها، مخصوصا اگه آدم گشنش باشه. توی حالت خب شیرینی اصل میشه، اگه گشنش نباشه همین میخواد مثلا کیکی بخوره بستنی اصل. چون سخته گادنش ها تشخیص بدیم، بهترین حالت اینه که رو هر کدوم جداگونه براخا بگیم، جداش کنیم و براخا بگیم، درسته؟ یا مثلا اینم گفتم جلسات گذشته، مثلا پلو مرغ. پلو مرغ آقا مرغ برامون مهمه، تازه مهمتر برنج هم هست، درسته؟ گرونتره دیگه، هم مرغ ارزش داره هم برنجه، بنابراین هر کدوم جداگونه باید براخا بگیم. این نیست که بگیم آقا رو برنج براخا بگیم مرغ هم پاتون میکنه، چون مرغ هم برامون اهمیت داره، درسته؟ مرغ خالی نمیخورید شما، چرا؟ درست؟ خب بریم ادامه. اینم گفتیم این محفظات ماشین خود بله ملخص مهم و مفرد اخر اینم گفتیم. مثلا یک کیس دیگه، برنج بینش گوشت ریش ریشه، توی این حالت خب مزونات میگیم دیگه، ولی اگه تیکه گوشت هست که گوشته مشخصه و برامون مهمه، جداگونه گوشته براخا میگیم و اونم جداگونه براخا میگیم، درسته؟ ولی اگه ریش ریش شده و دیگه قاطی شده دنبال اکثریت میریم، برنج اکثریت، درست؟ اینم گفتیم اگه شما کیک میخورید و چای رو هر کدوم براخا میگید دیگه، بهتر اول چای شکر بگید بعد مزونات روی کیک بگید. چرا اول چای؟ بله؟ چرا؟ اون هم میشه، میشه اول مزونوت بگید بعد شهرکل، درست؟ ولی من میگم اول شهرکل بگید. چرا؟ به خاطر این که گفتیم اگه مزونوت بگید با دهن پر بعد نمیتونید شهرکل بگید، اول یه مقدار مثلا چایی یا شیر، مثلا میخورید شیر و کیک میخورید، یه مقدار اول شهرکل بگید که پرت بدید بعد مزونوت بگید، به خاطر این که وقتی دهنتون پره نباید برای خود شهرکل بگید، همون موقع میخواید کیک یا چای بخورید، درست؟ اینم گفتیم بله. مزونات حتی به داگان هم گفتیم بله. بله آها، براخای سالات، سالات میدونید که به عبری سالات میشه سالات. سالات براخا شهدام هست دیگه، اگه تیکه هاش مشخص هم سن سالات شیرازی براخا شهدام هست، سالات کلم این براخاش ها آدم هست، برای چون تیکه هاش مشخصه براخا میگیم سالات میوه. سالاد میوه حالا تو ایران کمه، خب یا ما درست نمی‌کنه، تو خارج خیلیه. سالاد میوه مثلا میاد توت فرنگی با سیب با دیگه چیه؟ چی؟ موز، شاتوت و توت فرنگی و اینا رو میان خورد میکنن، سالاد میوه. تو این حالت چه براخوای میگیم؟ دنبال اکثریتش میگیم. ولی اگه تیکه ها مشخصه، مثلا موز تیکه هاش پیداست، سیب هم تیکه هاش پیداست، توی حالا از جداگونه رو سیب پایس بگید، جداگونه رو موزنم پا آدم ها بگید، درسته؟ آها بریم یه بحث خیلی مهم، دلمه. دلمه حالا بعضی ها میان برگ درخت مور، خب داخلش ترکیباتش یه برنج ها، درست؟ برنج ها سویا میریزن، زرش و اینا میریزن، خب اصلش یه برنج، درست؟ اصلش برنج. پس دلمه اصلش برنجه که داخل برگ درخت مو قرار میدن. اینا چه براخای بگیم؟ برنج براخاش چیه؟ مثلا دیگه اصل دلمه هم چیه؟ برنج هست، درسته؟ بنابراین اون دلمه این که برگ درخت انگور با اون درست شده، چون اصلش برنجه، در این حالت روش براخای مزونوت میگیم. یا مثلا خسیلین، خسیلین به چی میشه؟ نه خسیلین، اون خسیدیمه، خسیلین نه. خسیلین میشه بادنجون یا باتسال، باتسال چی میشه؟ پیاز و کروب، کروب کدو یا پیلپل، پیلپل چی میشه؟ خیار یا
قیشونین نه ببخش بله ببخش پیلپل میشه همون نفعه معنی هم دار پیلپل میشه فلفل فلفل دلمه‌ای یا قیشونین قیشونین هم میشه کدو. خب تموم اینا رو اگه شما باش دلمه درست کردید داخلش برنجه روش برخای مزونوت بگید درست، ولی اگه جدا میکنید مثلا بادنجونش رو جدا میکنید برنجان هم جدا میکنید جدا جدا میخورید رو بادنجون ها آدم ها بگید رو برنجه برخا مزونوت بگید درست شد یا تو دلی مور بفهمید شاید آخر بفهمید بله بفهمید خب اصلش چیه الان براتون اصلش برگ یا برنج برنج نه لقمه را بیشتر برای نون میگن نون اگه شما با چیزی لقمه میگیرید نونه همیشه اصله ولی چیزهای دیگه نه مثلا دلمه که ما میخوریم برامون برنج اصله اون اصل نیست برامون متوجه شدید؟ زنده باشید. خب بریم ادامه. بازه پس گراغوت یعنی سبزیجاتی که پر میکنن در اونها اورز او باسار. حالا اینجا میگه تو دلمهاشون گوشت هم میریزن. میریزن گوشت؟ تو دلمه آه خب تو دلمه گوشت میریزن، برنج میریزن. خب در این حالت همون مزونوت میگه که همه را پاتور بکنه. حالا برافای تو دلی مرد تو دلی هم همون برنجه دیگه درست؟ اینا چه برخواه میگید؟ در این حالت مرغه برامون مهمه درست؟ اگه جدا جدا میخورید رو مرغه شکل بگید رو تو دلیه به مزونات ولی اگه با هم میخورید اینجا مرغه اصله درسته مرغه اصلی تر از تو دلیه دیگه اگه با هم میخورید همون شکل روش بگید پس یه با دیگه برخواه دلمه برخواه مزونات برخای تو دلی مرغ اگه جدا جدا میخوریم مزونات بخوام برخای مزونات رو مرغ شرکاز خلاص اگه با هم میخورین اینجا اصل چیه اون مرغ است برخای شرکاز میگیم درست حالا یه سه جالب شما اگه گفتیم اصل رو خوردین و فرا پاتور شد خب مثلا ماهی شوره را خوردید بعد پشت ماهی شوره که شکل گفتید خیار خوردید گفتیم خیاره به رفعه نداره درسته چون میخواید اون شوریه دهنتون رو ببره در این حالت بعد از این که دیگه اینا رو خوردید دوباره خواستید خیار بخورید روش به رفعه میگید جان روش به رفعه میگید درسته روش به رفعه میگید دیگه با وجود این که اون موقع به رفعه نداشته و فر بوده الان که دیگه به عنوان اصل میخواید بخورید میتونید بیاید در روش برخا بگید درست؟ بله؟ بله اگه مثلا درجه یکی چیزی تو گلوش گیر کرده آب میخوره بره برخا نداره یا فرض کنید چیز شوری خورده که میخواد اون شوری بره این هم روی آب برخا نمیده یه بار دیگه چی شد؟ بله اون هم برخا نداره بله اگه یه چیزی تو گلوش گیر کرده مثلا نون میخوره آب میخوره که رد بشه برخا نداره چی؟ اگه به نیت تشنگی هم هست که میخوره بله اون موقع رو آبه برخا میگه بله اگه به نیت سیری هم هست که تشنگیش رفت بشه در این حالت اون برخا میگه درست چرا دیر میاد از این دیر میاد زود بیاد از این بله بله اینا رو میرسیم میگم خلاص جلوتر بود جان اصل دو کیا داشته اصل دو با ما؟ بگید اصل دو با ما بله چرا دیر میکرد؟ آن تا آن زود
زود بیاد. خب بریم ادامه. اصل سه چی بود؟ میخواد یه خلاصه از تمام چیزایی که خوندیم و سریع بگیم. اوکی؟ سریع فقط. ببینید ما گفتیم که ترتیب بلافاها همیشه اول بلافای هموسی، اول هموسی گندم، بعد هموسی نونه جو، بعد مزوناز فقط دوم داره، بعد بلافای یانین، بعد هفت نومینه بهشتی، بعد آدم ها شهر کن. گفتیم چه موقع میده بهشتی تقدم داره؟ زمانی که بلافاهاش با هم برابر نیست، من سیب و خورما، خورما تقدم داره که اول خورما بلافا بگیم و در صورت که هر دوتا رو هم بخواهیم استفاده بکنیم. ولی اگه ها علماس و ها اس هر کدوم که بیشتر دوست داری میتونیم اول روش بلافا بگیم. مثلا شما خیار رو بیشتر از سیب دوست داری، در این حاله از اون خیاره میتونید اول بلافا بگید بعد روی سیب، درست؟ گفتیم در حالت بهتره اول رو هفت نومیده بلافا بگیم اگه ها ادام باز مثلا خیارا بیشتر دوست دارید، خورما هم هست، با وجود اینکه خیارا بیشتر دوست دارید بهتره اول رو خورما بلافا گفت. ولی از اصل قانون چون که بلافاهاش با هم متفاوته اگه اول ها ادام هم بگید اشکالی نداره، چون ها ادام رو بیشتر دوست دارید، درست شد؟ مورد بعدی گفتیم شفاف استثناست که اول ما برم خبارت به این حیات کنیم. چرا شفاف استثناست؟ به خاطر اینکه گفتیم استثنایی که داریم میخوریم به خاطر شفافه، برای ما استثنایی که داریم میخوریم به خاطر شفافه، برای این اول در خواهی بارد به حیاته میگیم که میزبانی زفاره که ما شفاف را اجرا بکنیم، بعد در خواهی تموزی ها میگیم. درست؟ روش بگیم یه مورد دیگه که در موردش توضیح دادیم در مورد اصل و فرع تو برافا ها بود. گفتیم همیشه ما رو اصل برافا میگیم، فرع ها حضور میکنیم. مثلا هم چه یه چه؟ عدس همه عدس کامان چرا میگه؟ برنج، داخل برنج، عدس، کشمشه، اونا دیگه برافا ها نمیگیم. ولی در مورد مثلا گفتیم کیک و بستنی اگه هر دوتا براش مهمه جدا جدا برافا بگه، درست؟ جدا کنید که یکی هم از اونها بستنی هم جدا برافا بگه. یا فرض کنید مثلا اگه بین یک کیک تیکه های ریز میبرز همون از اونها میگه اون تیکه ها را قاطور میکنه، خب؟ ولی اگه تیکه های بزرگی مثلا کیک هست، تیکه های بزرگ میوه هم هست، رو هر کدوم میتونیم جداگونه برافا بگیم. مزونات میگیم، برافا هایس هم رو اونها جداگونه میگیم. گفتیم اگه یکی مثلا یه ماهی شور خورد بعد میخواست پشتش یه چیزی بخوره، مثلا یه جت که نون بخوره یا آب بخوره که اون شوری و اینا بره، اینم برافا نداره. گفتیم برنج و گوشت و مرغ هر کدوم جداگونه برافا داره، چون هر کدوم برامون مهمه و اهمیت داره، ارزش داره. گوشت مهمه برامون، مرغ مهمه، برنج هم مهمه، پس هر کدوم ما خواستیم بخوریم جداگونه روش برافا میگیم، مگر اینکه برافای حماسی گفته باشیم. برافای حماسی برنج و گوشت و مرغ و ماهی و همه را پاتور بکنه. یه مورد دیگه ای که گفتیم چی بود؟ بله، سالاد میوه. سالاد میوه هم که انواع میوه ها داخلشه، اگه میوه ها مشخصن مثلا هایس ها هایس میگیم، ها ادام ها را ها ادام، ولی اگه قاطی شده دنبال اکثریت میریم، اکثریتش مثلا ها ادام هاست، روش برخواهی بار پری ها ادام ها گفته میشه. دیگه چی گفتیم؟ چی؟ دلمه. دلمه هم گفتیم دلمه برخواهش مزوناته، به خاطر اینکه اسم دلمه برنجه که داخلشه، و برخواهی تو دلی مرد اگه با مرغ میخورید همون شکل بگید، ولی اگه جدا جدا میخورید و تو دلیه هم براتون مهمه، رو مرغ جداگونه شکل بگید، رو تو دلیه هم برای مزونوت بگید. آره هم درست؟ یه مورد دیگه که گفتیم چی؟ تقدم برافاها. اول گفتیم هموسی، مزونوت، یاین، زیتون، خورما، انگور، انجیر، انار، اینا تقدم برافاست. اینا رو امتحان میگیریم آقا، آری انا به همه امتحان میگیریم آقا. گفتیم هر میوهی که نزدیکتر به کلمه ارس باشه اون نشونه اینه که تقدم داره تو برافا. مثلا زیتون نزدیکتر از کلمه ارس نسبت به انگور، انگور نزدیکتر نسبت به انجیر، انجیر نزدیکتر نسبت به انار، ارس از به کلمه ارس ارس. ببینید این میگه میوه هایی که ارس اسرائیل نشتر به خوبه،
درست؟ پس هر چی به ارث تر نزدیک تر باشه اینا تقدم برخاش تقدم بیشتر. جان ارث منظور سرزمین مقدس. ببینید معمولا هر یه سوال ببینید نه کی میتونه جواب بده. چرا ما میگیم رومیوه های زمینی میگیم بوره پری ها آدما، نمیگیم مثلا بوره پری ارث، بوره پری ارث. چرا نمیگیم ارث معمولا زمین کشور و اینا حساب میشه؟ بعد ما زمین کشور یکم دقیق تر چی؟ ارث اسم کشور مثلا کشور همه کشور ها؟ اسرائیل کشور اسرائیل. بعد ارث معمولا هر موقع میگه ارث منظور ارث اسرائیل، ها آدما منظور کل زمین هست. بنابراین ما میگیم بوره پری ها آدما، یعنی رو هر زمینی نه فقط سرزمین مقدس. درست شد؟ پس ارث و ها آدما تفاوتش اینه. بنابراین فقط گفتم بگه بوره پری ها آدما. درست؟ ها آدما ابجدش چند میشه؟ ها آدما رو ابجدش رو حساب کنید چند؟ چی؟ 55. بذارید یه چیز خوندم اینجا بگم برای تو جا بدم یه لحظه. بله 55. 55 درست. یه چیز اینجا نوشته بود خیلی جالب، بذارید اینو براتون بخونم. چیز بوده آقا آقا هم گم کرده یادم نیست بعد پیداش کنم. خب بریم ادامه. این هم گفتیم بله بفرمایید عزیزم. شما این بسنی شیخ هست محسوس ها که روش مثلا موز کان درست هست و گرد درسته بیشتر. خب ما برمون بسنی شرجایت داره اما خب بالاخره اونا هم داره، اونا هم بازم باید جدا کنیم یا میتونه همون شرکو بگیم اونا هم پاتورشی. ببینید اگه یه چیزه درست حسابی و مثلا بزرگ و خوبه که براتون مهمه جدا کنید و جداگونه برخا بگید، ولی اگه نه تیکه شده است و قاطی شده دیگه رو اون برخا نگید، همون شرکا بگید که همه را پاسور بکنه. مثلا معجون معنی و درتی رو هر کدوم میتونید برخا بگید. معجون معجون هج... کیه هج غلامه کیه چی؟ دای غلام. اون مثلا معجون مثلا داخلش یه بادوم هندی داره، موز داره، بستنی هست، پیگر آره، اینا گردو، اینا پیداست. اینا هر کدوم هم دیدید که خیلی زیاد نمیفته. لعنی و درتی رو هر کدوم از اینا میتونید به نفع بگید. مثلا بادوم هندی ها را حایز بگید یکیش که مولیه زروش یه سریش هم آسیاب شده هست. آها. کامه مثلا میزنن. چی میزنن؟ کامه. آها. تو این حالت اینا چون خیلیه و هر کدوم هم برامون مهمه رو هر کدوم جداگونه برخوا بگید. رو بادوم هندی ها مثلا هایس بگید، اون گردو ها رو موزه هم اگه پیداست و آدم ها رو اونم شهر کن. یه شهر کلم بگید اوکیه برای همیشه، ولی خب چون ببینید هر کدومش گفتم این مرزه سخته که تشکیل بدید. مجموع شما برای چی میخورید؟ برای بستنیش میخورید، برای موزش میخورید، برای گردوش میخورید، برای چی میخورید؟ یکم مرزش سخته مرزش برای هر دو اون جداگونه برای خواهی که بهتر درست؟ چی؟ مرزش برای یه دونشا تنهایی میتونید بخورید؟ آره؟ دقیقا بکنم یه دونش سه تا بخورن کار کن. خب بریم ادامه. خب ببینید تغییر مکان هر
چیزی که یه اصل میگم کل اینا داخلش گفته میشه. اولا گفتیم زمان بناخ آخر تا 72 دقیقه وقت دارید که بناخ آخر آقا دانی بگید. چرا عکس میگید؟ بناخ آخر شما معذب بسید در 72 دقیقه وقت دارید که بگید. تا 72 دقیقه بناخ آخر رو میشه گفت. چه شعر یا سر چه میشان داشته باید نفسات بدونید چه نمارید؟ هفتاد و دو از اینجا اومده که هر چیزی که میخورید هنوز دیگه هم داره طعمش یا سیریش تا هفتاد و دو دقیقه احساس میشه. اشهر یاسر هست یا هفتاد و دو دقیقه؟ اشهر یاسر هست بحثه. اشهر یاسر هست بحثه. این ساعت بعضی میگن این ساعت بعضی میگن هفتاد و دو دقیقه آزان هفتاد و دو دقیقه درست خب ببینید یه اصل کلی هر بناخایی که بناخا آخرش بوره نکاشته شما موظف نیستید که همونجا بناخا را بگید. هر بناخایی که بناخا آخرش بوره نکاشته موظف نیستید که بناخا را همونجا بگید که خوردید. هر جایی میتونید بناخا آخرش را بگید ولی نوارف و منشالوش را همون جایی که خوردید باید بگید. اینا فهمیدن؟ فهمیدن؟ پس یه بار دیگه بار نفاشوتا هر جایی شما میتونید بگید. مثلا الان اگه فرض کنید یه سیب خوردید بار نفاشوتا میتونید تو خیابون بگید. ولی اگه کیک اینجا خوردید یا نون خوردید منشالوش یا نوارف حتما باید اینجا بگید. متوجه شدید تا اینجا؟ حالا روی این اصل اگر کسی تغییر مکان داد تغییر مکان به چی میگن؟ راه پله بیرونی یا تو حیات یا تو خیابون به میگن تغییر مکان. پس تغییر مکان یعنی راه پله بیرونی. مثلا این واحد به واحد دیدی راه پله داره اینا میگن راه پله بیرونی. راه پله خونه نه، مثلا راه پله خونه‌ای که دو طبقه است دوپلکسه خود اینا را نمیگن راه پله بیرونی. پس جابجایی مکان راه پله بیرونی حیات خیابون. اگر کسی این تغییر مکان را داد برای چیزایی که براخ آخرشون بره نفاشوته باید دوباره براخ اول را بگه. برای چیزایی که براخ اولشون مزمروته یا هموسیه لازم به براخهای مجدد نیست. مثال مثلا یکی الان اینجا سیب خورد تا اسکو رفت تو خیابون سیبرم همراه خودش نبود رفت تو خیابون یه نفر دیگه به سیب داد دوباره باید واعظه بگه با وجود اینکه برای خبر نفاشوتا هنوز نگفته. درست شد؟ یه بار ببینید هر چیزی که بلافای آخرش بوره نفاشوت باشه بیرای شما تغییر مکان بدید حتی اگه هنوز بلافا آخرش رو نگفتید بلافا اول محصفی دوباره بگید. مثلا اینکه اینجا سیب خورد رفت تو خیابون دوباره خواست سیب بخوره سیبره همراهش نبردن یه سیب اونجا مثلا بهش دادن تو خیابون معذبه که دوباره بنافای حائز را بگه. ولی اگه همراش برد نه چرا؟ چون حسن درد نشده سیبه همراش بوده. یا مثلا مثال شما میشه رو تخمه بینید پس کنید اینجا یکی رو تخمه آفتاب گردیم ها ادام ها گفت یه مش تخمه همراشه داره میره تو خیابون هم میخوره این میگه تو خیابون هم ادام ها نمیگه چرا؟ چون همراش بوده اون تخمه حسن درد نشده. درست؟ اگر کسی حماسی اینجا بود رفت تو خیابون اومد دوباره باید حماسی بگه؟ نه. چرا؟ چون حماسی که گفتید و معذرت به نوارف شدید معذرتید که دوباره میاد اینجا نوارف بگید بنابراین حواستون از نونه پس نشده. یه همینطور مزونات چون حواستون از اون پس نشده تفاهمش فهمیدید؟ بله حماسی اگه اینجا حماسی گفتید معذرت به نوارف شدید رفتید تو خیابون اومدید لازمه به رفعی حماسی مجدد نیست. چرا؟ چون سخت درد نشده حواست تو بوده که میخواد بیاری دوباره نونه را بخوریم خب اشتباه است کنید تا هفته دو در این وقت داره یعنی نگفت نیست یعنی یه مثال دیگه آقا آریان تو مغازشون یک کان آب خوردن شهکل گفتن از مغازه اومدن بیرون رفتن بقالی یه بستنی خریدن دوباره شهکل باید بگن اگه آقا دانی اومدن تو کلیسا کیک خوردن
طبقه پایین. رفتن طبقه بالا کلیسا، دوباره یکی یک از کماده برداشتن خوردن. دوباره به رفا میگن؟ نه. اسمونوتا گفتیم؟ نه. پس تغییر مکان اولا به چی میگن؟ تغییر مکان یعنی راه پله بیرونی حیات خیام نه میگن تغییر مکان. اگه چیزی که برای آخرش قرونه پاشوته تغییر مکان داد، دوباره برای اول میگه، حتی اگه برای آخر هنو نگفته. اگر برای آخرش بار نفاشوت نیست، نه اشالوشه یا نه حالفه، در این حاله است اگر تغییر مکان داد چون باید برگرده سر جا اولش برای آخر بگه سخته از نشده و برای اول ها نمیگه. همه بازه؟ خب یک قیصه دیگه. اگه شما اینجا نون خورد، خب عمدن اومدید جاتون رو تغییر دادید، مثلا اما اینجا نون خوردید، حالا حالشو ندارم نوارخ بگم، اومدید کنیسا، میتونید تو کنیسا نوارخ بگید؟ نه. اگه عمدن میبینید خودکاری هست بسن ازدید، اگه یکی عمدن جاشو تغییر داد و نوارخ نخوند، رفت جاشو تغییر داد جای دیگه رفت نوارخ نخوند، در این حالت معذرت که برگرده سر جا اولش اونجا رو بارش دید این شد برگرده دیگه به دیابت. مثلا شما تو کشتوت اومدید قضا خوردید، نون خوردید، ساندویچ خوردید، عمدن به بارش نگفتید، رفتید خونه، معذرت که برگرده تو کشتوت به بارش بگید. ولی اگه حواستون نبود بله میشه مثلا تو خونه هم دوباره ایت که نون بخوره اونجا بگید. بله اگه مجبور شد این حال این کار رو میکنه که اتفاقه اون میخوره تو خونه و تو خونه نواره خونه. ولی اگه سهون بوده مثلا تو کشکو دقا نون خورده، خب کشکو نون خورده حواسش نبود رفت خونه گفت نواره خونه خوندم، اگه سهون بوده لازمی برگرده اینجا تو خونه میتونه نواره خواه بخونه. فهمیدید؟ آقا یکی اینجا میخور قرده یه مدیدار مثلا این طوره چه پیر میتونست برگرده به دیعوض اگه به هر دلیلی نتونست برگرده سر جا اولش که نواره خواب بخونه، نواره فرج به که هست میخونه. درست؟ اولش میگیرونه جان؟ اولش میگیرونه. یه مورد دیگه، اگه مثلا اینکه اومد نون خورد اینجا، نون خورد معذرت به نواره شد، این نونه را داشت ادامه میداد ادامه میداد ادامه میداد خورد خورد خورد، کجا نواره میگه؟ مثلا همینجا نون خورد، هم تو اون اتاق نون خورد، هم تو خیابون نون خورد، کجا بعد نوارش بگه؟ آخرین جا، آخرین جایی که نون خورده اونجا نوارش ها میخونه. درست شد؟ نه، نوارش ها به هیچ عنوان در حالت راه رفتن یا مشغول کار بودن نمیشه نوارش ها، حتما نوارش ها باید به صورت نشسته بخونه، حتما این واجبه. بقیه نوارش ها را در حالت راه رفتن آدم میتونه بخونه، ولی نوارش ها اصلا باید نشینه. منشالوش ها حتما نشسته. بله یادم رفت، آره چه در این که هر بوده؟ یعنی به نسبت اندازه این زنی به توی؟ یادم رفت، آره آها، ببینید نوارد فرض کنید شما رو صندلی نشستید نور خوردید، آیا باید حتما تو همین صندلی بشینید نوارد بخونید؟ نه دیگه، مثلا کل این اتاقه هر جایی نشستی میتونه تو هم اتاق باشه، مثلا بعضی ها تو روزنی میشینن غذا میخورن بعد میتونه رو موبیل بره نوارش بخونه، بعد اشکالی نداره. همون جایی که آن رو خورده واجبی، منظور همون اتاقه، تو همون اتاقه اگه باید بیادن نوارشش رو بخونه. جان؟ چی؟ بله، بعد با چشم اونجایی که غذا خورده را ببینه. درست؟ ببینید آقا، اگر کسی براخا رو گفت و کسی براخا رو گفت و یه کلمه از براخا رو جا انداخت، دوباره باید برگرده براخا رو بگه. مثلا گفت باروخ عطا الوهن مل خاولان، اسم هشما نگفت یا الوکنما نگفت یا مل خاولاما نگفت، این به عنوان برافا حساب نمیشه و باید برگرده و اون برافا را بگه. درست شد؟ پس حتی اگه کلمه ها علما یکی در برافا جا انداخت، باید برگرده و برافا را کامل بگه. درست؟ پس یه بار دیگه،
هر کدوم از کلمات براخار یکی جا انداخت باید موظفه برگرده و براخار کامل بگه، به خاطر اینکه هر کدوم از این کلمات گفته نشه مثل اینه که اصلا اون براخار نگفته. خب بریم قوانین مربوط به براخوت هارگیت، براخای بویدنی. تا الان تمام تقریبا تمام براخای مربوط به غذا و نوشیدنی و براخ اول و براخ آخر رو کامل تو این جلسه توضیح دادیم. حالا براخای بویدنی ها هم بگیم و بنیم در از وقت این براخا شد 39 کار ممنوعه را یه بار دیگه میخونیم. درست پارسال خوندیم ولی ببینیم هر سال جان خوبه؟ جان چی میفهمم؟ بله بله بفهمم جان چش. آره یه جلسه هم امتحانه براخا رو میگیم آخر این هفته پنج شنبه امتحانه براخا رو میخک درختی غذا. بریم ادامه. براخای بویدنی، براخای بویدنی ببینید همونطور که ما وقتی یه چیزی رو میخواییم بخوریم باید حتما اون براخا بگیم و اگه کسی براخا نگه مثل اینه که از مال خدا دزدیده. در مورد بوی خوب هم همین قانون ها وجود داره، شما هر بویی که حالا میخونیم البته به چه شکل بوی خوب داره رو اون براخا گفته میشه. چرا باید فقط بویدنی براخا بگیم؟ ببینید تنها چیزی که نشما ازش لذت میبره بوه، بوی خوب. کل هن نشما تحله یا، یعنی نشما از بوی خوب لذت میبره. بنابراین روی بوی خوب خفامی اومدن و براخا فقانا دادن، درسته؟ ولی دیگه مثلا رو صدای خوب یا روی مثلا نور یا مثلا کلیشیر موسیقی یا فرض کنید یکی دستشو مثلا میشوره یا همون میره، خب لذت میبره دیگه. رو هیچ کدوم از اینا خخامین براخا تقانا ندادن. پس تنها چیزی که خخامین روش براخا تقانا دادن یکی خوردنی هاست و بوی خوب دیگه، مثلا رو صدای خوب را روی مثلا موسیقی اینا براخا نمیگن. نه حتی یه نظر هم نیست که رو اینا بگه براخا داره، درست؟ صدای خوب مثلا براخا نداره، همه موافقن. ببینید اگر شما یه چیزی ها شک دارید که بو داره یا نه میتونید اول بیاید و روش اول بو بکنید که ببینید بو داره، بعد بیاید روش براخا بگید. اصلا مهم هم هست، خیلی از بویدنی هست که اصلا بو نداره، یعنی خون براخا بگید براخا نبتال هست. بنابراین بویدنی ها را هر موقع خواستید ببینید خواستید روش براخا بگید اول ببینید بو داره بر مخصوصا مور داره اصلا اینجوری یکم چی میگن؟ آره یکم مور داره بمانید ببینید بو داره بعد روش براخا بگید. ببینید اشکالی نداره چون کواناتون هنا نبوده بلکه کواناتون این بوده که میخواستید ببینید بو داره یا نه. اوکی مثل غذا مثل سیب، سیبو اگه شما خوردید براخا نگفتید تا زمانی که همون سیب مونده میتونید روش براخا بگید، درسته؟ بله بله. دیگه براخا شخیانو نداره، نه دیگه این روش بحثه. لحلاخا میگه تا زمانی که همون میوه را داره میخوره، یادش اومد شیخیانو نگفته شیخیانو میگه، ولی اگه میوه را کامل خورد یه میوه دیگه خواست بخوره دیگه نمیگه شیخیانو. لحلاخا اینجوری فتوا میده، ولی البته خیلی نظریات هست، یه نظرم هست که بتونه بگه واقعا، ولی هاروردیا اینجوری میگه. اوکی خب یه سوال، چرا در مورد بویدنیا براخا آخر نداره ولی در مورد غذا و اینا براخا آخر داره؟ چرا قاریان ها چرا نمیدونید؟ چرا؟ آفرین. چرا؟ به خاطر اینکه ما غذا هر چیزی که شما میخورید در اثر یه سیری داره. چی میگم مثلا ماک میگیره بدنتون. ولی در مورد بویدنی نه. بویدنی یه ثانیه است، دو ثانیه این بوی خوب مثلا احساس کردید و چی میشه؟ خلاص، برای طرف آخر برای بویدنی تفاهم توانا ندادن. جان چی؟ بله چون حالت سیری نداره روش ما براخای آخر نمیگیم. آقای یا خب بریم براخای شیخیان. ببینید روی
روی بویدنی ها حتی اگه یه سری بوی خوب میده و اولین بار هم هست که شما دارید بو میکنید، این برخواه شهخیانو نداره. مثلا فرض کنید تا به حال شما رو مرد برخواه نگفتید بره اصل سامین، برخواه شهخیانو داره؟ نه. درست؟ پس روی بویدنی ها با وجود این که برای بار اول دارید روش برخواه بویدنی ها میگید، برخواه شهخیانو نمیگید. خب ببینید روی بویدنی ها چه جدا شده از زمین باشه چه جدا از زمین نباشه میشه براخا. مثلا یه درخت مورد وقتی به زمین هم بسته میتونید روش براخای بره اعصاب سامی ما بگید، درسته؟ بله. اینا رو آقا جلوتر حالا به امید خدا فردا ادامه ببینید. فقط مهینا تا اینجا کلاس، فقط مهینا پنج و ربع اینجا تشریف داشته باشید. همه عزیزان لطفاً ساعت 5 و ربع اینجا حضور داشته باشید که یک ساعت و ربع کلاس باشه. الان یکم 1 ساعت و ربع